دربند در دوره ساسانی مرز شمالی امپراتوری ایران بود. در سده ششم میلادی ساسانیان در این شهر یک دژ عظیم همراه با دیوارهای دفاعی ایجاد کردند تا از یورش قبایل شمالی به ایران جلوگیری کنند. سازندگان این سامانه در بخش‌های گوناگون آن نوشته‌هایی به زبان پهلوی از خود به یادگار گذاشتند که عموماً به نام معمار، حسابدار، پایان ساخت یک بخش از سامانه و یا زمان آن اشاره دارد. در بند شمالی ترین نقطه دنیاست که تاکنون نوشته‌ای به زبان پهلوی یا پارسی میانه در آن کشف شده. زبان رسمی امپراتوری ساسانی که نیای پارسی کنونی است. کتیبه های پارسی میانه در دربند از ارزش تاریخی و فرهنگی ویژه‌ای برخوردارند. حروف و اعداد به کار رفته در آنها حدود 1500 سال قدمت دارند. ولی برای خود ما در دربند اهمیت تاریخیشان دوچندان است. زیرا زمان دقیق ساخت دژ دربند از متن یکی از همین کتیبه ها روشن شده. همچنین نام شماری از معماران، حسابداران و ناظران مانند داریوش، مشیک و آذرگشنسب. در دربند کتیبه های پهلوی علارغم ارزش منحصر به فرد تاریخیشان در خطر نابودی قرار گرفتند. کتیبه ها بدون اقدامات حفاظتی زیر باد و باران رها شده و حتی شماری نیز به دلیل ساخت و سازهای اخیر درون خانه های مردم قرار گرفتند. خانه هایی که در کنار دیوار قرار دارند در گذشته های دور ساخته شده اند. یک سری تأسیسات مانند چند گاراژ که به تازگی ساخته شده بودند توسط دولت خراب شدند. اما یک سری خانه در دوران شوروی به صورت قانونی ساخته شده اند که مردم همچنان در آنها زندگی می کنند. این خانه ها فعلا می مانند. یکی از مشهورترین کتیبه‌های پهلوی در دربند کتیبه شماره 3 است که به تاریخ ساخت دژ ساسانی در این شهر اشاره دارد. این کتیبه تا سالها پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در فضای باز شهری قرار داشته ولی اکنون در انبار یک خانه قرار گرفته که حتی بازدید از آن برای پژوهشگران را غیر ممکن کرده. هیچ سامانه نظارتی در شهر وجود ندارد تا وضعیت کتیبه ها را زیر نظر داشته باشد و یا حتی تابلوی شناسایی برای آنها نصب کرده باشد. این موارد به برنامه های ویژه دولتی نیاز دارند تا به صاحبان خانه ها خسارت پرداخت کرده ساختمان ها را خراب کنند. شاید این موضوعی است که نسل آینده باید پیگیری کند. دژ دربند همراه با دیوارها و کتیبه هایش در سال 2003 در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. این سازمان در مواردی که آثار در خطر باشند یا از چارچوب مقررات خارج شده باشند اخطار می دهد. ولی در این مورد می گوید تنها می تواند به مقام های کشور مربوطه توصیه نامه ارسال کند. پژمان اکبرزاده، دربند، داغستان.